گزینه های ارزیابی آموزش از راه دور. بیایید در مورد سه دسته ارزیابی صحبت کنیم: تشخیصی، تکوینی و جمعی نهایی. ارزیابی های تشخیصی پیش آزمون هایی هستند که سطح آگاهی و مهارت های دانش آموزان را در مورد یک موضوع مشخص می نمایند. اینها قبل از آغاز یا در شروع یک دوره آموزشی انجام می شود. ارزیابی های تکنیکی در جریان دوره آموزشی انجام می شود و به معلمان کمک می کند تا نحوه عملکرد دانش آموزان را تعیین کنند. ارزیابی تکوینی به معلمان فرصت می دهد تا به شاگردان نظر داده و آنها را در طول دوره آموزشی کمک کند. اینها برای دریافت اطمینان از این موارد هستند: آیا دانش آموزان موضوع را فهمیدن؟ آیا باید چیز را مرور کنند؟ آیا معلم نیاز به توضیح دیگری دارد؟ این فرصت است برای سوق دادن دانش آموزان به مسیر درست و ارائه حمایت هدفمند. ارزیابی های جمعی معمولا در پایان یک واحد یا دوره آموزشی انجام می شود و برای سنجش میزان یادگیری است. از این ارزیابی برای این استفاده می شود تا بدانیم دانش آموزان تا چه حد می توانند توانایی های خود را در راستای دست یافتن به نتایج مطلوب در یک دوره آموزشی تبارز دهند. معلمان از این نوع ارزیابی برای ارائه نمره نهایی به دانش آموزان استفاده می کنند. اطلاعات به دست آمده با معلمان کمک می کند تا در نحوه تدریس دروس تجدید نظر کرده و دوره های آموزشی بهتری را برای گروه بعدی دانش آموزان طراحی کنند. ارزیابی ها دارای انواع زیاده می باشند که معمولا در دو گروه سوالات باز یا بسته قرار می گیرند. ارزیابی های بسته دارای گزینه هایی هستند که دانش آموزان از بین آنها انتخاب می کنند. چند گزینه ای، درست و نادرست، انتخاب همه موارد درست، رتبه بندی. سوالات باز به دانش آموزان اجازه می دهند تا پاسخ را ارائه دهند. تکمیل کردن خانه خالی، پاسخ کوتاه یا طویل، مقالات و پروژه ها. ارزیابی های بسته برای دوره های آنلاین بسیار خوب نتیجه می دهد. طرح آنها بسیار ساده بوده و ارسال نتایج این نوع ارزیابی به شاگردان به طور سریع صورت می گیرد. آنها برای سنجش میزان یادگیری سطوح پایین تر مانند حفظ کردن یا درک کردن مناسب هستند، اما می توانند برای بررسی تطبیق آموخته ها با استفاده از یک سناریو یا مثال فرضی نیز به کار برده شوند. اکثر ارزیابی های بسته در دوره های آموزشی بدون تسهیل کننده به کار می روند، چون در این کورس ها معلم وجود ندارد تا به شاگردان نظر دهند. پس نظرها در این کورس ها در ارزیابی های بسته از قبل گنجانیده شده است. ارزیابی های باز برای صنف های تحت حمایت معلم بیشترین موثریت را دارند، زیرا معلم باید آنچه را که دانش آموز ارسال کرده را بررسی کردن نظر دهد. در همه موارد نظریات مهمترین بخش ارزیابی است. دانش آموزان باید بدانند که تا چه حد خوب عمل کردند، در کجا با مشکل مواجه شدند و نیاز به راهنمایی دارند تا بدانند چطور می توانند خود را بهتر نمایند. معلمان به ارزیابی نیاز دارند تا به آنها کمک کند به عنوان آموزگار پیشرفت کنند.